نیویورک تایمز، یکی از معتبرترین روزنامه‌های پرتیراژ جهان، در گزارش‌های متعددی از جمله به رابطه تسلیحاتی جمهوری اسلامی به جنگ اوکراین و فیلم خرس نیست جعفر پناهی پرداخته. سرمنتقد سینمایی نیویورک تایمز ای او سکات در مقاله تحسین‌آمیز با عنوان فیلمی که از خودش انتقاد می‌کند می‌نویسد: در فیلم خرس نیست، فیلمساز زندانی جعفر پناهی به بررسی قدرت برانداز سینما و محدودیت‌های اخلاقی فیلمسازی پرداخته. ای او سکات می‌افزاید: فیلمساز زنده دیگری در دنیا وجود ندارد که با موشکافی و بصیرتی بیشتر از جعفر پناهی به معانی عملی و فلسفی هنر فیلمسازی پرداخته باشد، از کار فیلم برداری و ادیت گرفته تا شوق و اضطراب فیلم دیدن. هیل، نشریه پرنفوذ واشنگتن، در تفسیری از اریک ماندل می‌نویسد: انتقال تسلیحات از ایران به حزب الله لبنان از طریق فرودگاه بیروت می‌تواند خاورمیانه را شعله‌ور کند. روزنامه صبح پایتخت آمریکا واشنگتن پست روز جمعه گزارش خود درباره اعتراضات سراسری را بروز می‌کند. واشنگتن پست در یک گزارش اختصاصی می‌نویسد: نخست وزیر سابق عراق مصطفی کاظمی وعده مبارزه با شکنجه داده بود، اما تحقیقات 9 ماهه این رسانه نشان می‌دهد که حکومت او از بازداشت انفرادی، شکنجه و خشونت جنسی برای اعتراف گرفتن از مقامات بلندپایه عراقی و اهالی کسب و کار استفاده می‌کرد. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز جمعه گزارش می‌دهد که سرکوب ارتباط اینترنتی در ایران قاچاق گیرنده‌های ماهواره‌های استارلینک را افزایش داده و به نقل از برخی از دست‌اندرکاران ایرانی می‌نویسد: دست کم 200 گیرنده استارلینک توسط حامیان جنبش سراسری اعتراض علیه جمهوری اسلامی به ایران وارد شده، که هرچند در مقایسه با میلیون‌ها کاربر اینترنت در ایران رقم ناچیزی به نظر می‌رسد، اما از آنها برای ارسال ویدیو از اعتراضات سراسری استفاده می شود. هفتگی خبری آمریکایی نیوزویک در پایگاه اینترنتی خود واکنش جمهوری اسلامی به اظهارات رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در کنگره آمریکا را منتشر کرده و می‌نویسد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ارسال پهپادهای انتحاری شاهد به اوکراین را انکار کرد و به زلنسکی هشدار داد که صبر حکومت ایران حدی دارد. زلنسکی در کنگره آمریکا گفته بود حکومت ایران در تهاجم علیه اوکراین با روسیه هم دست است. روزنامه محافظه‌کار نیویورک پست، قدیمی ترین و یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های آمریکا، روز جمعه تیتر زده که بعد از آنکه زلنسکی حکومت ایران را متهم کرد به روسیه سلاح می‌دهد، جمهوری اسلامی زلنسکی را تهدید کرد. نیویورک پست پیشتر در مقاله‌ای از اندرو استاین و وکیل برجسته آلن درشویتز نوشت: بایدن و نتانیاهو باید اختلاف‌ها را کنار بگذارند و برای متوقف کردن حکومت ایران با هم همکاری کنند. رسانه پرخواننده اینترنتی سلیت در مقاله‌ای از فرد کاپلان استدلال می‌کند که اعتراضات گسترده در چین، قیام زنگرایانه در ایران و فعالیت ضد جنگ و خرابکاری در روسیه نشان می‌دهد که بزرگترین حکومت‌های سرکوبگر دنیا احتمالاً در آستانه انقلاب یا اصلاحات اساسی قرار گرفتند. نشریه میدل ایست آی گزارش ویدیویی در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرد درباره اعتراض جشنواره‌های سینمایی جهان به بازداشت ستاره سینمای ایران ترانه علی دوستی.